علیرضا نامر حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتوی کانادا با ماست و مهدی خلجی تحلیلگر مسائل ایران از واشنگتن آمریکا. آقای خلجی، شما انتظار این اقدام آقای ظریف رو داشتید؟ چندان دور از ذهن نبود با توجه به اخباری که منتشر میشد که آقای مکرون در تلاش هست برای اینکه میانجیگری کنه بین ایران و امریکا و زمینه رو برای یک مذاکرات دور جدیدی از مذاکرات و رسیدن به توافق جدید مهیا بکنه. فراموش نکنیم که اولا فرانسه در جریان مذاکرات برجام یکی از سخت‌ترین مواضع رو داشت در مذاکرات و ثانیاً اینکه از زمانی که آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، از همون سال اول آقای مکرون در تلاش بود برای اینکه بین ترامپ و دولت ایران میانجیگری بکنه و این امر مسبوق به سابقه است و از زمانی که آقای ترامپ اومده سابقه داره. اما بحث بر سر این هست که آیا این مذاکرات جدید یا توافق جدیدی که صورت خواهد گرفت، آیا مسئله تسلیحات موشکی ایران رو هم در بر خواهد گرفت، یا اینکه همونطور که تا الان ایران اصرار کرده مسئله تسلیحات موشکی خارج از برنامه مذاکرات خواهد بود؟ اگر چنین نشود، یعنی اگر ایران قبول نکنه که تسلیحات موشکی رو به بحث و مذاکره بگذاره، به نظر خواهد میاد که کار بسیار دشوار خواهد شد و رسیدن به توافق جدیدی که آقای ترامپ ازش راضی باشه و از او حمایت بکنه بسیار سخت به نظر میرسه. آقای نامور حقیقی، خبرگزاری رویترز در یکی دو ساعت گذشته به نقل از دو مقام ایرانی که نامشون رو ذکر نکرده دو شرط عنوان کرده از جانب ایران. یکی اینکه ایران بتونه روزانه دست کم 700 هزار بشکه نفتش رو بفروشه و دیگری اینکه راجب برنامه موشکیش به هیچ عنوان حاضر به مذاکره نیست. این دو شرط به نظر شما چقدر برای آمریکا قابل قبول خواهد بود؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای خلجی. ببینید، شرطی که گفتن خب شرطی است برای شروع مذاکره. تو مذاکرات به هر حال این شروط بالا پایین میشه و چانه زنی میکنه در مورد اون قضیه. قبلا ایران هم گفته، آقای ظریف هم گفته، در مورد مسائل موشکی، مسائل منطقه‌ای و مسئله هسته ایران همه چی قابل مذاکره است، پس این که چجوری نگاه بشه. آقای ظریف گفت که ما حاضریم در مورد کل مسائل منطقه، در مورد فروش سلاح آمریکایی‌ها به کشورهای همسایه موقعی مذاکره، در اون صورت حاضریم در مورد موشکی هم مذاکره کنیم. اما اینکه فقط در مورد مسائل موشکی ایران مذاکره بشه به عنوان اینکه کشوری است که عنصر ابزار دفاعیش هست، طبیعتاً انجام نخواهد شد. نباید فراموش کرد، ببینید، الان آمریکا، هم ایران و هم آمریکا در مورد محاسباتشون نسبت به توان همدیگه دچار اشتباه شدن. آقای ترامپ 6 تا فایل واس کرده در حوزه رابطه بین الملل، هر 6 تا این کاملاً با بن‌بست روبرو شده و راه خروج روشنی نداره. یکیش فایل افغانستانه که مستحضر هستید، فایل ونزوئلاست. ونزوئلا فکر میکرد دو هفته ای تموم میشه، سقوط میکنه، نتونست این کار انجام بده. در مورد چین هست، روابط تجاریش با چین با بحران های جدی روبرو شده و میتونه اقتصاد آمریکا و انتخاب آقای ترامپ، مجدد آقای ترامپ تحت تاثیر قرار بده. در مورد کره شمالی هست که خب خیلی تهدید افزایش پیدا کرده. پیروز وزیر خارجه آمریکا گفت، وزیر خارجه کره شمالی گفت که اگه آمریکا نخواد سیاستش رو تغییر بده، ما بزرگترین تهدید برای امنیت آمریکا خواهیم، که اینو پنتاگون هم قبول داره. در مورد مسئله خاورمیانه، صلح خاورمیانه هم دچار مشکل شده. متحدین عربی آمریکا هم احساس میکنن که روی قولهای آقای ترامپ نمیتونن حساب باز کنن. بنابراین در مورد ایران هم ترامپ اون تصوری که داشت که 3 ماه ایران سقوط میکنه با بن‌بست روبرو شده. ایران هم، حکومت ایران هم متوجه شده که سطح تحریم های اقتصادی آمریکا بیش از اونی که تصور میکرد میتونه تأثیر بذاره در آینده توسعه و حکومت ایران. بنابراین الان ما به یه نقطه‌ای رسیدیم که دو طرف هم حاضر شدن شجاعت بیشتری داشته باشن در نمایش مذاکره و همین که آماده شدن مقدمات یک گفتگوهایی که بتونه دستور کار مذاکره رو تهیه کنه فراهم کنن که میتونه در سازمان ملل در ماه آینده ادامه پیدا کنه. بله. به نظر من این و بازگشت آقای ظریف از پاریس هم اقدام جدیدی است. در حقیقت هم مبتکرانه است، هم شجاعانه است
و همین که نشون میده که ایران انعطاف بیشتری داره نسبت به گذشته نشون میده. اضافه کنم که دقایق پیش خبر فوری اومد به نقل از محمد جواد ظریف که در حاشیه اجلاس گروه 7 با امانوئل مکرون هم دیدار کرده. تا این لحظه فکر می‌کردیم که صرفاً با همتای فرانسویش دیدار کرده، ولی به نظر میاد که با رئیس جمهوری فرانسه هم دیدار کرده آقای ظریف. آقای خلجی، با توجه به همه شرایطی که آقای نامور حقیقی هم بهش اشاره کردند، فکر میکنید که ایران به دنبال یک راه حل بینابینه، یا اینکه همونطوری که عده‌ای اعتقاد دارن داره میره به سمت اینکه بپذیر مذاکره مستقیم با آمریکا رو؟ ببینید، برای ایران موقعیت دشواری هست به خاطر اینکه آقای خامنه ای بارها صحبت کرده در این باره که ما با ترامپ مذاکره نخواهیم کرد، از جمله در دیداری که با نخست وزیر ژاپن در تهران داشت گفت من هیچ پیامی برای آقای ترامپ ندارم، ما با ایشون مذاکره نمی کنیم. بنابراین ایران پیشا پیش خودش رو در موقعیت دشواری قرار داده. اما از اون طرف آقای ترامپ درست به دلایلی که آقای نامور حقیقی گفتند دستاورد چندانی در زمینه سیاست خارجی نداشته و بلکه مشکلات جدیدی رو هم برای امریکا از جمله در مورد تعرفه ها با چین ایجاد کرده. در نتیجه مسئله ایران براش خیلی مهم هست تا زمانی که تا زمان باقی ماندهش از دور اول ریاست جمهوریش به یک نتیجه برسه، یعنی حتی یک توافق که خیلی هم با توافق قبلی تفاوت نداشته باشه میتونه برای آقای ترامپ مهم باشه و او اون رو به اصطلاح نشانه پیروزی خودش تلقی بکنه و از اون در مبارزات انتخاباتیش استفاده بکنه. مسئله این هست که اگر آقای ترامپ موفق نشه تا پایان دوره اول ریاست جمهوریش به توافقی با ایران دست پیدا بکنه، اگر به دور دوم ریاست جمهوری برسه و در انتخابات آینده ریاست جمهوری پیروز بشه، انگیزه بسیار کمتری خواهد داشت که در مدت زمان کم به توافق جدید دست پیدا بکنه و در نتیجه فشارها بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد. و این یک خطری است که ایران الان این رو حس میکنه که اگر از این فرصت باقی مانده استفاده نکنه، ممکن هست که انعطاف پذیری امریکا در مذاکرات کمتر بشه. از طرف دیگه حتی اگر رئیس جمهور دموکراتی سر کار بیاد، حداقل 7-8 ماه طول خواهد کشید تا دولت جدید در آمریکا مستقر بشه. بنابراین اگر الان شرایط برای توافق جدیدی مهیا نشه، ما تا یک سال و نیم آینده دورنمای چندان روشنی برای توافق جدید نخواهیم دید و این باعث میشه که فشارهای اقتصادی بر ایران مشکلات زیادی رو برای ایران تولید بکنه و حوادث پیش بینی نشده مثل مثلا درگذشت آقای خامنه ای یا حوادث دیگه‌ای که ممکن هست در این فاصله پیش بیاد، آینده مذاکرات هسته‌ای و اساساً مذاکره با غرب و مذاکره با آمریکا رو با مشکلات جدیدی روبرو خواهد کرد. بنابراین تعجیل در این کار هم به نفع امریکا هست، هم به نفع ایران هست و بسیار به سود دو کشور هست که بتونن در ظرف ماه‌های آینده به توافق جدیدی دست پیدا بکنن که البته هر دو طرف رو راضی نگه داره و نشانه های پایداری هم درش موجود باشه. آقای نامور حقیقی، یکی از دستاوردهای دولت حسن روحانی از دید خودش توافق برجام بود که یک توافق برد برد محسوب میشد. الان آیا شما سناریویی که بشه بهش سناریوی برد برد نام داد میبینید که هر دو طرف به نوعی ضمن اینکه آبروشون حفظ بشه همزمان بتونن از بعضی از مواضع سفت و سختی که گرفتن عقب نشینی کنن؟ بله، ببین اول من خیلی خوشحالم که آقای خلجی یه یوترن کرده اون مواضع قبلیشون که معتقد بودن این سطح از تحریما کم هست، باید افزایش پیدا کنه و حتی میتونه به حوزه‌های دیگه هم افزایش پیدا کنه که برای ایران بیاد پای میز مذاکره، الان به درک واقع بینانه و عملی از دو طرف دارن تحلیل میکنه. نکته اول. نکته دومی که سناریو برد برد این هست که ببینید هر دو طرف هم محدودیت دارن، هم موقعیت‌هایی دارن که میتونن تبدیل کنن به یک مذاکره سازنده.
چیزی که آمریکایی‌ها میخوان و ترامپ میخواد در مورد مسائل مربوط به هسته‌ای هست. چند بار گفته، البته حرفاش رو تغییر داده، آقای ترامپ خیلی پاندولی صحبت میکنه، ولی اگر در مورد مسئله هسته‌ای هست، با توجه اینکه واقعیتش این است یه مسئله غنی‌سازی سیاستی نبوده که کمکی به اقتصاد ایران بکنه، به توسعه ایران بوده بکنه، از اول هم سیاست اشتباهی بوده که ایران دنبال میکرده. و خب مذاکراتش هم در دو جا در دوره آقای لاریجانی و سولونا داشت توافق پیدا میکرد، آقای احمدی‌نژاد زد به هم، و در دوره بعدی هم آقای احمدی‌نژاد توافق کرد، آقای روحانی زد به هم. به هر حال در وضعیت به نظر من ایران میتونه غروب هسته‌ای رو افزایش بده، پروتکل هسته‌ای، پروتکل الحاقی رو، چیزی که آقای ظریف قبلا در نیویورک پیشنهاد کرده، اون رو الان تصویب کنه که اطمینان خاطر پیدا کنه آمریکایی‌ها که ایران هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد، چون هیچ کشوری با پروتکل الحاقی و این سطح از نظارت حالا نتونسته بمب هسته‌ای بسازه، ایران هم مستثنا از اون نیست. این نکته اول. پس بنابراین از این زاویه در مورد مسائل دیگه هم، در مورد مسائل منطقه‌ای هم ایران شروع کرد پیامش رو، حوثی‌ها رو آورد در تهران با نمایندگان بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و آلمان شروع کردن مذاکره کردن. اون گام اول هست با مذاکرات شروع کرده مذاکره کردن با کشورهای منطقه‌ای. بنابراین کاهش تنش در منطقه در دستور کار ایران هست و اون هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه آمریکا میخوان از افغانستان خارج شن، از سوریه میخوان خارج شن، بنابراین نیاز دارن که با یه توافقی برسن، مضافاً بر اینکه آمریکایی‌ها در تصویر بزرگ استراتژیشون مقابله با چین هست و در مقابله با چین اونا نیاز دارن که مثلث ایران، هند، آمریکا بتونه با نفوذ استراتژیک چین در منطقه که با پاکستان داره یارگیری کرده و قصد داره نزدیک بشه به خلیج فارس مقابله کنن. در چنین وضعیتی هر دو طرف امکان برد برد دارن. به نظر